sen, 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 sen. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. اللهم العن الجبت والطاغوت. اللهم العن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، در هر کجایی که سکنا دارید و از هر طریقی که ما رو میبینید. الحمدلله رب العالمین، امروز هم این توفیق رو بنده دارم به صورت زنده و مستقیم با برنامه سلام کربلا آیتم طب و زندگی در خدمت شما باشم از استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرم‌های مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام. امیدوارم همیشه صحیح و سالم باشید. خدا رو شکر در خدمت جناب آقای دکتر محمود زنگنه هم هستیم، کارشناس محترم این آیتم از برنامه و جوابگوی سوال‌هایی که شما عزیزان از طریق واتساپ شماره 20964-771-6167-100 برای ما ارسال کردید و منتظر جواباتون هستیم. برای راحتی کار شما ما علاوه بر این که این برنامه الان به صورت زنده از طریق یوتیوب پخش میشه، از طریق فیس تایم هم، از طریق فیسبوک هم پخش میشه، عذرخواهی میکنم اینه که شما یه بزرگوار بتونید به راحتی اگر ماهواره ندارید از طریق موبایل هم بتونید ببینید. تمام این موارد از باب اینه که خدمتگذاری بکنیم، سهل و آسون بکنیم کار رو برای شما و خودمون که انشاءالله بهتر خدمت رسانی کرده باشیم. اجازه بدید خدمت کارشناس محترم برنامه عرض سلام و خوش آمد داشته باشیم و انشاءالله پیگیری بکنیم سوالهایی که شما برای ما ارسال کردید. جناب آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله، صبحکم الله بالخیر، به استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، صبحکم الله بالخیر. سلام بر شما، سلام بر بیننده عزیز و محترم، در خدمت هستم انشاءالله. انشاءالله همیشه در خدمت اهل بیت و شیعیانشون باشید. جناب دکتر ما طبق معمول سوال داریم و خب خیلی از عزیزان منتظر میشن تا جواب سوالشون رو بگیرن. شما هم که خدا حفظتون بکنه علاوه بر این که هم نسخه خاص میدید، نسخه عام هم میدید تا دیگران هم اگر به همین موارد مبتلا هستن بتونن استفاده بکنن. اگر اجازه بدید من شروع کنم. در خدمتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. سلام به زحمت کشان شبکه امام حسین علیه السلام. سلام خدمت شما جناب آقای دکتر. سلام به شما میر خلف و علیکم السلام. نوه‌ای دارم پسر 14 ساله، آهن بدنش پایینه، وزنش 130 کیلوه، گروه خونی اوی مثبت و قد 160. عذرخواهی میکنم یه جا 130 نوشتن، یه بار 140 برای وزن. برای کم کردن اشتها چه دارویی بخوره؟ زیاد گرسنه نمیشه و آیا از نظر شما برداشتن قسمتی از معده صلاح هست یا نیست؟ و اینکه آیا ایشون میتونه قهوه سبز بخوره برای کم کردن وزنش؟ ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. گروه خونش چی بود؟ اوی مثبت. 13 ساله دیگه درسته؟ 13 ساله، بله. 130 کیلو. بین 130 کیلو تا 140 کیلو اینجا دوتا وزن برا ما نوشتن با قد 160. بله انشاءالله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واهلك وعن عدوهم ومن خالفهم من الجنة والإنس أجمعين آمين رب العالمين. بابت چاقی این آقا پسر بود دیگه، درسته؟ بله بله. این چاقی به این سن و به این وزن به این نحو هستش، یعنی مشکل داریم در ساخت سوز بدن، در متابولیسم بدن مشکل داریم یعنی. بله. خب اینجا باید آزمایش بدیم ببینیم اولین چیزی قده تیروئیدش در چه حدی، در چه حالی کار میکنه یا کم کاره. بله. یا اصلا کار نمیکنه دیگه. این باید میدونی دلایل وزن زیادی، وزن خیلی هستش و باید دنبال دلیلش، و هر وقت دلیلش پیدا کردیم میتونیم درمانش میکنیم. عمل جراحی الان یک کوچیک کردن معده یا روده یا نیمه، این حلی نیست، راه حلی نیست اصلا. به خاطر که فردی که این عمل جراحی انجام میده در طول عمرش دیگه میمونه معلول میمونه، مشکلات زیادی ایجاد میشه براش. ما باید دلیلش میدونیم، میبینیم از کجا. این همین خیلی از این آقایون و خانم ها که چاق هستن دنبال دارو میگردن، دنبال لاغر کننده میگردن. میبینی میرن ورزش لاغر نمیشن، میبینی میرن پزشک لاغر نمیشن، میبینی میرن عطار گیاهان مختلف، تبلیغات داروهای مختلف لاغر کننده، اینا دنبالش لاغر نمیشن. بعضی از فروشنده ها یا بعضی از اونها که بیدین هستن و تبلیغات انجام میدن رو بعضی از داروها، یا خودشون تهیه میکنن بعضی از داروها رو میفروشن، 1 کیلو در هر روز پایین میاری وزنت، یا 20 کیلو در ماه، 30 کیلو در ماه، 15 کیلو در ماه. این من میگم بهشون، همیشه میگم بهشون بیدینن، بخاطر اینها دنبال پول هستن و میخوان سلامتی مردم، نمیخوان پول مردم، میخوان فقط میفروشن براشون. آیا الان دارو این اثرات جانبیش چیه؟ چی ضرر میرسونه به این فردی که استفاده میکنه؟ این فرد خب نمیدونه، پناه میبره به همین فردی که داره میفروشه، داره رنج میبره از وزنش یا از بیماریش. خب شما داری هم میای اینجا سوء استفاده میکنی، از بدبختی این فرد داری سوء استفاده میکنی و میفروشی براش دارو گیرون، ولی با اثرات جانبی خیلی زیاد. من همیشه میگم هر دارویی که چیزی علمی رفتم میگم، بعدا میگم بابت دارو چیزی علمی میگیم، کسی که میخواد وزنش کم میکنه روزی 100 گرم باید کم میشه، یعنی در ماه 3 کیلو. کل بیماران یا کل افراد یا کل جامعه راضی نمیشه، میگه او من صبر میکنم هر ماه 3 کیلو،
آره شما صبر کن، هر ماه 3 کیلو ببینی در سال 36 کیلو وزنت کم شد. شما بین از 1 روز و 1 شب چاق نشدی، وزنت 130 کیلو، نه وزنت 50 کیلو نبود. شب خوابیدی بیدار شدی صبح شدی 130 کیلو، درسته یا نه؟ این 5-6-10 سال طول کشیده که این وزنت به این وزن اومدی. یه درست باید صبر میکنی 1 سال تا 2 سال تا وزنت میاد پایین، به همون صورت تدریج که اومده بالا تدریجی هم بره پایین. درسته. خب قبول نمیکنن مردم، میگه من 3 کیلو در ماه راضی نیستم. ما میتونیم 3 کیلو یعنی 4 کیلو نیم تا 6 کیلو، همم ضرر نداره، ولی بیشتر از 6 کیلو در ماه فردی که میاد پایین بدونید که آسیب داره و ضرر داره میاره به بدنش و به کل سلول های بدنش و کل غدد های بدنش بدون استثناء و به اعصاب بدنش و به قلبش و به چشمش و به مغزش و به کلیه هاش و به کبدش داره ضرر میاره. اگر کم کرد وزن به هر نحوی که بود، الان نمیگم حتی اگر بدون دارو میره روزه میگیره، الان روزه های مختلف یا رژیم های مختلف تو اینترنت، خواهش میکنم از عزیزان انجام ندید. رژیم آب، رژیم خیار، رژیم پیاز، رژیم تخم مرغ، رژیم سیب زمینی، رژیم نمیدونم چی، اصلا انجام ندید. بدنمون نیاز داره به تغذیه، نیاز داره به مواد اولیه که میتونه انجام میده کاربردهاش و وظائف روزمره وظائفش باید انجام میده. خب من 1 ماه فقط آب میخورم میتونم زنده میمونم، ولی عوارضش چیه؟ خب این بدون دارو، ولی بعد از 20 روز بعد از 1 ماه میبینی بیماری های مختلف شروع شد، هجوم کرد به بدنم. یا رژیم خیار، یا نمیدونم با خدا الان وارد میشی اینترنت میبینی انواع اقسام رژیم. آره وایس قسم میخوره به قرآن مجید، به کلام الله مجید 30 کیلو در ماه وزنت پایین میاری با این دارو یا با این رژیم. قرآن میزنه تو کمرت، این رژیم داری میکشی مردم، داری بیمار میکنی، معلول میکنی مردم با این رژیم غذایی که داری درست میکنی یا با این دارو که داری میفروشی یا تبلیغش میکنی یا از هر شرکتی که بود که نمیدونی چی از چی از چی ساخته شده و دارن میفروشن و خودت حرفت یا به نفع مردم نیست، حرفت به نفع جیبت، میخوای پول مردم، میخوای پولشون میکشی میذاری تو جیبت، همین میاری قسم میخوری و نمیدونم دروغ میگونیم از این چیزا به خاطر فروختن همین داروها. خب بس. این آقا باید میدونیم مشکل ارثی داره، مشکل هورمونی داره، مشکل متابولیسم داره، مشکل تیروئید داره، مشکلات زیاد برای چاقی. خب یا فعال بودن غده های چربی بدنش، بعضی فعالن زیاد، یعنی هرچی که میخورن ذخیره میشه در داخل بدنش، بعدا خودشون فعالیت زیاد ندارن. کسانی که میخوان لاغر بشن، من گفتم فکر میکنم قبل از 2 قسمت برنامه هفته گذشته و الان هم میگم، درمان و لاغری وقت خواب. آدم چه وقت میخوابه، نه وقت ورزش. یعنی الان من ورزش میکنم، غذا میخورم، رژیم میکنم، نمیدونم چه وقت شروع میشه اصلاح به بدنم، سلول های بدنم چه وقت؟ وقت خواب بین ساعت 9 تا ساعت 3 شب، این وقتش. اما اگر من بیدار بودم هم هر چی دارو مصرف کردم دردم نمیخوره، هر چی ورزشم کردم لاغر نمیشم، هر کاری که میکنم هم به دردم نمیخوره. باید این وقت خواب. چیزی دوم، این آقا باید وقت خوابش منظم میکنه، یعنی ساعت 8 میره رخت خواب، ساعت 9 میخوابه، ساعت بین ساعت 9 تا ساعت 3 شروع میشه به کارهایی که انجام داد در روز، فعال میشه، دارو استفاده کرد، ورزش
انجام داد نمیدونم چی، این چه وقت فعال میشه؟ شبها فعال میشه. صحیح، موقعی که بدن کاملا در حال استراحت است. بله درسته. الان این یکی شروع میکنه، همین آقا الان سنش 13 ساله، بله میتونه شروع میکنه با برنامه غذایی کیتو. 14 سال برنامه غذایی کیتو. مهمترین بهترین داروی برای بدن، برای کل بیمارها، بیماران و برای کل انواع بیماری و برای چاقی مفرد مثل این، برنامه غذایی کیتو. مراجعه میکنن قسمت برنامه غذایی کیتو، شماره 499. شماره 499، بله. این جزئی که باید بکنم، عزیزان دارن اشتباه میکنن در برنامه، انجام نمیدن درست برنامه غذایی کیتو. فکر میکنن من دارم میگم بهشون نون نخورین، برنج نخورین، کربوهیدرات و شکر و اینا نخورین، جایگزینش کار میکنن، دارن پروتئین میذارن، گوشت میخورن. نه، منظورم این نیست. گوشت یه بار دیگه هم تبدیل میشه، اضافه گوشت در بدن هم تبدیل میشه به کربوهیدرات، تبدیل میشه. ما این نمیخوایم. من میخوام از شما 75 تا 85 درصد از انرژی که نیاز داره بدنت از روغن، از روغن، از کره، از روغن حیوانی، از دنبه، از پیه، از اینا باید تهیه میکنی، وارد میکنی به بدنت. صحیح. یعنی بدنت اگر 2000 کالری نیاز داره، 1500 کالری از چربیجات باید میگیری، نه 75 درصد از غذات چربیجات باید باشه. نه، مثلا میخوام در روز من غذا 1 کیلو میخورم، خب 1 کیلو، نه 750 گرام ازش چربیجات، 250 گرام بقیه، نه اینجوری نیست. باید حساب میکنیم، میبینیم 1 کیلو غذا استفاده میکنیم، شاید احتمال داره 150 گرام با این چربیجات ازش باشه، بین 100 تا 150 گرام با این چربیجات باشه. باید حساب میکنیم. یک بار دو بار اگر حساب کردیم، برنامه پروگرام داریم، اپلیکیشن هست در موبایل، میتونید دانلود میکنید. این میگه به یه قاشق کره چند تا کالری داره، یه قاشق مثلا روغن حیوانی چند تا کالری داره، مثلا اندازه یه قاشق دنبه چند تا کالری داره. شما دیگه راحت میتونی حساب میکنی چقدر وارد میشه بدنتون از این چربیجات، یا میذاری در غذاتون که استفاده میکنی و تهیه میکنی. بعضی هم چکار میکنن، یا خیلی ها چکار میکنن، آره من اضافه تخم مرغ با روغن حیوانی درست میکنم و میخورم. خب من روغنش نمیخورم، فقط تو مهتابه هستش، به دردمون نمیخوره. این باید روغنش باید وارد میشه به بدنتون. این اینجوری شروع میکنه برنامه غذایی کیتو. مهمه براش، برای این فرد، این آقا خیلی مهمه براش. صبحونه نباید بخوره، صبحونه و نهار یکی باید باشه، بین ساعت 10:30 تا 11:30. نهار و شام هم یکی باید باشه، بین ساعت 5:30 6:30. 2 وعده غذا کافیه براش. هر چی که الان استفاده هر چقدر میخواد میخوره از این غذا هم میخوره، بذار مشکل نداریم. اگر انجام داد، تطبیق کرد کامل 100% این برنامه غذایی کیتو، 1 وعده هم کافیشه، سیر میشه. این آقا با این برنامه غذایی، با این روش تنظیم کردن غذاش، بله، وزنش کم میاد در ماه 6 کیلو. خب الان این آقا قد 160 با این وزنش 55 کیلو، یعنی الان 130 کیلو، یعنی 70 کیلو اضافه وزن داره، اضافه وزن داره. الان این آقا اگر کنترل نکردن وزنش، دیگه به هیچ نحو نمیتونن کنترل میکنن وزنش، وزنش هم نمیاد پایین. اگر در این سن همین الان کنترل نکردن وزنش، این آقا 70 کیلو اضافه وزن داره، گناه داره. ما به این میگیم بیمار، با این میگیم گناه داره. این 13 سالش اضافه وزن 70 کیلو واقعا فاجعه است. خب چه کار میشه کرد؟ این باید کنترل میکنیم غذاش،
محرومش نمی کنیم از غذا. غذاهای خوب درست می کنیم براش، غذاهای مناسب میدیم بهش، فقط نون، برنج، شکر و اینا حذف می کنیم ازش. خب یه چیزی که خودشون سوال کردن، قهوه سبز. قهوه سبز دارو نیستش، مفیده. لاغر کننده قهوه سبز دم می کنن. روزی 4 مرتبه 4 لیوان مصرف می کنه، خوبه برای کم کردن اشتها، برای لاغر کردن، ولی حساب نمیشه دارو. صحیح. بله. میتونه از سندروس. سندروس میتونن استفاده میکنن، پودرش میکنن در کپسول 500 میلی گرامی. بله. 250 میلی گرام، یعنی نیم کپسول باید میدن به این آقا نیم ساعت قبل از هر وعده غذا. وزنش کم میاد انشاءالله. ولی انشاءالله. مهمترین چیزی که گفتم باید بدونن مشکلش چیه که میتونن درمان میکنن. اگر از غده تیروئید درمان میکنن غده تیروئیدش. بله. اگر ارثیه، هورمونی، چیز دیگه باید درمان میکنن اینها. یعنی بعضیا میرن پیش پزشک میگه مینویسه براشون لاغر کننده، خب ولی نمیگیره دنبالش علتش چیه. از اینجا غذا میخوره، از اینجا درمان میکنه، خب اینجا غذا، یعنی دستور غذایی، برنامه غذایی نداد بهش، اینجا دارو داد بهش، اینجا هم بیماره، مشکل داره دیگه، هر چی دارو میخوره به دردش نمیخوره. یا وزن ثابته، یا میاد 1 کیلو پایین 2 کیلو میاد بالا بعدش، این اینجوری. اما اگر کم کرد وزنش به این نحو بین 100 تا 200 گرام در روز، چه وقت ترک میکنه برنامه غذاییش دیگه چاق نمیشه اصلا. را میره این آقا، باید را میره 1 ساعت کامل صبح، 1 ساعت شب باید را میره. را رفتنش چجوری؟ کسی که عجله داره را رفتن تندی خورده باید باشه. هدف دار که الان وقت ندارم ولی فلان ساعت باید فلان نقطه برسه. بله اینجوری باید ساعت میذاره براش، 1 ساعت میذاره. نگه من کار میکنم، من میرم مدرسه، میرم نمیده، نه 1 ساعت کامل صبح باید انجام میده. راه رفتن تند باید باشه. با شب همین کار باید باشه. زود وقت هم میخوابه انشاءالله. با این روش اگر انجام داد، ماهی 6 کیلو پایین میاره از وزنش، یعنی 10 ماه 60 کیلو میاد پایین. در خدمت هم. خدمت از ماست. خیلی ممنونم، متشکر. ما از این سوال خارج بشیم و شما و بینندگان عزیزمون رو دعوت بکنیم به دیدن میان برنامه و انشاءالله ادامه برنامه رو در خدمتون هستیم با طرح سوال جدیدتر. عرض سلام مجدد داریم خدمت شما بیننده محترم. شما بیننده
برنامه زنده سلام کربلا آیتم طب و زندگی هستید با حضور جناب آقای دکتر محمود زنگنه و جواب سوال‌های پزشکی که شما از طریق واتساپ 20964-771-6167 ارسال کردید و انشاءالله در حال جریان هست و جناب آقای دکتر به اون میپردازن، راهنمایی‌های لازم رو میکنن و نسخش رو میدن. جناب دکتر خسته نباشید، اگر اجازه بدید من سوال بعدی رو خدمت شما عرض بکنم. سلام، وقت بخیر جناب آقای دکتر. در ارتباط با رحم کیست، قند خون، کم خونی و برای چشم درد و سر درد هم اگر بزرگواری بفرمایید یک مبحث برای ما عنوان بکنید که بنده از ایشون سوال کردم. فعلا برای امروزشون محدوده سوالشون رو به قول معروف تنگتر بکنن و پرسیدن که اولین سوالم اینه که مادرم حدود 45 سال، گروه خونی آی مثبت، وزن 60 کیلو، قد 146، طبع سرد داره و حدود 2 سال افتادگی رحم دارن. اگر 1 کیلو وزن بردارن باز دچار همین مشکل پیدا میشن. علائمش هم حالت تهوع کسلی دست و پا هستش که حتی اگر غذای سرد مصرف کنه هم همینطور میشه. چشمش ضعیفه و این که یه بار دکتر گفتن آزمایش بدن که آیا کیسه اشک سالم هست و یا نه، 2 قطره و 1 شوینده دادن که مصرف بشه و گفتن فعلا مشکلی نیست، اما موقع دیدن دور یعنی دوربینیشون واضح نیست. دچار قلنج معده هم هستن، سردی زیاد دارن و اینکه غروب به بعد سردرد میگیرن. خدمت شما عرضم که عکس 2 قطره رو دادن، قطره فرولوموتولون که فلوکورت باشه و قطره کلورامفنیکول، برای ما عکسش رو فرستادن و این هم که چیز نیستش. و سوال دوم اگر اجازه بدید، اول سوال اولشون رو ما شما زحمت بکشید من علامت بگذارم که خدمتشون تقدیم بکنیم و انشاءالله بعد از این سوال سوال بعدیشون رو هم جواب میدید. من در خدمت شما هستم جناب دکتر. بابت افتادگی رحم خانما، بله، عللش کم بودن، اولین چیزی کم بودن ویتامین دی، کم بودن ویتامین B1 و B2، اینا عللش، یعنی ضعیف بودن لگمنت های رحم هستش، ضعیف بودن عضله. این خانم ها باید همیشه ببین، برای تب سرد مزاج هم بلغمی و سوداوی مزاج این میاد بیشتر از بقیه، برخصوص برای بلغمی مزاج میاد این مشکل. مشکلش هم از زایمان مکرر، زایمان پشت سر هم، زایمان زود، اینا مشکل میشن. بعضی هم از خانم ها برخصوص الان این 45 سالش بود دیگه، درسته؟ بله 45 سالش بود. بعضی از جوان ها مراعات نمی کنن بعد از زایمان. صحیح. مادراشون، مادر بزرگاشون مثلا میگن بهشون بعد از زایمان شما باید مثلا خودت گرم نگه داری، کمرت ببندی، مثلا غذاهای سرد نخورید، غذاهای مخصوص باید استفاده میکنید، کارهای انجام ندید، بعض از کارها باید انجام ندید. اینا میگه این چیه، این خرافات، این خرافات حرفای نیست، حرفای قدیمی. آره، حرفای قدیمی و گذشته و خرافات، این خرافات نیست. دلیلش همین مشکلات منجر میشه. بله. دلیلش یکی از خودم، یعنی خانومم بود، مادرم میگفت بهش این کار نکن، این کارو نکن، نمیدونم اینجوری نکن. من میگفتم میگه آه این چیزی نمیشه. خب
بعد از 2 سال دیدیم چه مشکلاتی به چه مشکلاتی منجر شد. و میگم بهش این دلیلش این بود، این دلیلش همیشه این بود، حرف گوش نمی کردی، انجام نمی دادی. اینجوری الان چی کار میکنن این خانم؟ تا بدون عمل جراحی هم انجام انشاءالله خوب میشه. انشاءالله تأمین میکنه، نیاز بدنش تأمین میکنه از ویتامین دی و ویتامین بی و ویتامین بی 1 و بی 2 یا ویتامین بی کمپلکس میتونن استفاده میکنن یا خمیر مایه، همین خمیر مایه که برای نون استفاده میکنن مرتب یک قاشق غذاخوری در کاسه ماست مخلوط میکنن مصرف میکنن میخورن روز یک مرتبه دو مرتبه، فوق العاده مفیده براشون. اسفناج تازه الان فصلش و وقتش، میتونن به حالت بورانی، به حالت سالاد، به حالت هر چی نپخته باشه بهتر براشون. صحیح. بله. چای زنجبیل مفیده براشون. کپسول زنجبیل میتونن انجام میدن یا چای زنجبیل بهتر از کپسول زنجبیل. اما اگر نمیتونن تحمل نمیکنن طعمش، 4 قاشق غذاخوری زنجبیل اضافه میکنن روش 1 قاشق مرباخوری فلفل تند قرمز مخلوط میکنن و کپسول 500 میلی گرم پر میکنن، بعد از هر وعده غذا مصرف میکنن. جینسینگ فوق العاده مفیده براشون. 50 گرم زیاد نباید باشه، 50 گرم جینسینگ، 1 قاشق چای خوری روز در میون مصرف میکنه، بیشتر نباید باشه، یا 0.5 قاشق چای خوری در روز، در هر روز میتونه مصرف میکنه. از جینسینگ خوب، جینسینگ قرمز باید باشه. بله. 1 نسخه مفید براشون گلنار فارسی مازو با مرد، اینا میاره پودر میکنه، پودر باید بکنه رو نوار بهداشتی، میذاره پودرش میپاشه رو نوار بهداشتی، استفاده میکنه از این نوار بهداشتی، مفید براش. این برای تنگ کردن رحم، برای اونها خانمایی که ترشح رحم، عفونت، التهاب، ترشحات زیاد رحم هم مفیده براشون، فوق العاده مفیده براشون. برای این خانم میتونن یه خورده بازم زنجبیل اضافه میکنن به این نسخه، مفیده براشون. پودر مازو که فرق. بله. مازو گلنار فارسی و مازو مرد یه خورده هم اضافه میکنن. مثلا اگر از هر کدوم 4 قاشق غذاخوری، 1 قاشق غذاخوری پودر زنجبیل اضافه میکنن براشون. اونها که رحمشون سرده هم مفیده برای اونها که باردار نمیشن به خاطر سردی رحم، این هم مفیده براشون. بله. بله. 3 دونه با مغز آلبالی وحشی، ما میگیم بهش محلب یا محلب هم میگن به فارسی، مغز آلبالی و وحشی با 3 دونه با مرمکی اینا پودر میکنن با عسل طبیعی به حالت شیاف در میارن. خب اندازه حسه خرما در میارن، میذارن تو فریز جامد میشه، بعدش میتونن در شاش یا گاز، چی میگیم شما؟ همون گاز. بله گاز، میتونن با نخ میبندن، یه نخش هم میذارن بیرون، شیاف ور میدارن روز 5 از عادت ماهیانشون. هر یک بار باید انجام میدن، یعنی هر روز 5 از عادت ماهیانه، 1 روز، روز 6 و روز 7 داشتن یا نداشتن، اینا ماهی 1 بار باید انجام میدن، فوق العاده مفیده، حتی برای تنگ کردن رحم. اونا خانما که دنبال عمل جراحی میرن این مفیده براشون، حتی برای ترشحات زیاد رحم هم مفیده براشون. نسخه دیگه برای همین خانم هم میشه استفاده میکنه ازش، داخل حمام هم میشه استفاده میکنه از به حالت شیاف. این نسخه فوق العاده مفیده براشون. کندر، انزروت، خون سیاوشان، مرمکی، زاج سفید، پوست انار، میوه کاج، اینا میزان مساوی میگیره از هر کدوم مثلا 25 گرم خب مخلوط میکنه، پودر میکنه، باید پودر مخلوط میکنه خوب کلش.
4 قاشق تا 5 قاشق غذاخوری از این محلول تو آب گرم میذاره تا آب ولر میشه، میره این خانم میشینه روش، داخل این آب میشینه به مدت 25 تا 30 دقیقه باید میشونه هر روز، مرتب مفیده براشون. میتونه این همین پودر خمیر میکنه با آب مرد میاره، خب آبش میگیره، فشرده میکنه، آبش میگیره و مخلوط میکنه، با حالت شیاف در میاره و داخل یه گاز میذاره. قبل از بله این خشک میشه الان، قبل از استفاده میکنن ازش باید یه خورده اینجوری خیزش میکنن تو آب و استفاده میکنن، شب تا صبح نخ میکشن، میندازنش بیرون، مفیده براشون، فوق العاده مفیده. برنجاس مفیده برای ترمیم کردن کل سلول های رحم، حتی برای اونها که باردار نمیشن هم مفیده براشون، میتونن استفاده میکنن با حالت حمام، یعنی هم برنجاس میارن هم میذارن 4 قاشق در داخل یک لیگن آب گرم، باید آب گرم باشه، بعدن سرد میشه، صحیح. با حالت ولرم استفاده میکنن، نمیتونن میذارن تو آب سرد، باید آب جوشیده میذارن، دم میکشه، میریزنش تو آب بیشتر، یعنی آب گرم، تا سرد میشه. مفیده براشون، برای این خانم هم مفیده. بله در خیلی خدا خیرتون بده، ممنونم، متشکر. و اما بریم سراغ سوال دومشون که خیلی هم بزرگ هست، به قول معروف متن خیلی زیادی داره، ولی خب سعی میکنم سریع بخونم خدمت شما عرضم. دختری هستم 24 ساله با گروه خونیه اوی مثبت، وزن 46، قد 163. ببخشید بذار بنویسم. 24 سال. 24 سال. بله. او مثبت. بله. 46 کیلو. بله. 163. بله. طبع سرد، به طوری که شیرین مصرف میکنم سردرد وحشتناک میگیرم، دست و پایم همیشه سرده، کم خونی شدید دارم، به طوری که ناخونهام سفیده، بیشتر اوقات کسل، خسته و بیحال هستم، هنگام بلند شدن سرگیجه میگیرم و دچار سیاهی چشمم میشم، چشمم ضعیف هست و گاهی میسوزه، اشک میزنه و خارش میگیره برای چند ثانیه، ریزش مو دارم به صورت که وقتی با کش میبندم در روز دو بار کمتر از یک مشت توی دستم مو میاد، مسواک هم میزنم باز حس میکنم بعد از یک ساعت دهنم بو میده. اگر ممکن هست خمیردندان خانگی به من معرفی بفرمایید. و خدمت شما عرضم، لاغر هستم که چه کنم توپر بشم، صورتم کمی توپل بشه، سردردها را هم عرض کردم، چند وقت حس میکنم مغزم تکون میخوره وقتی رو بالش پهلو به پهلو میشم، حس میکنم مغزم داره تکون میخوره و حس بدی دارم توی اون لحظه، بدنم عفونت داره، کمتر شده، گاهی دستشوی رفتنم زیاد میشه، ابروهام خیلی نازک هستن و در یک کلمه لطف کنید به من کمک بکنید تا از این وضعیت انشاءالله نجات پیدا بکنم. دیگه هم صحبت خاصی نداشتن. آه. 4 تا دونه هم شماره چشم رو برامون فرستادن، از باب خدمت شما عرضم رفتن برای تعیین شماره چشم که 2.5 و 2.5 و 3 و رو براشون زدن. حالا اگر صلاح میدونید نسخه شماره های چشمشون رو، 2-3 تا دونه مراجعه ظاهرن داشتن آقای دکتر. کافیه. بله بله بله. خودشون میدونه، یعنی این خانم اولی چیزی 15 کیلو کم وزن دارن. بله. از وزن طبیعی،
اما صحیح. اگر از وزن مثالی ما میخوایم حساب میکنیم 18 کیلو نیم یا تو 20 کیلو تقریبا کم وزن دارن. بله. سنشون 24 ساله. این تغذیهشون از اول ناسالم، احتمال داره هم یعنی شیر از مادرشون استفاده نکردن در حالت کودک بودن. بله. از یا شیرهای مصنوعی یا شیر مادرشون کافی نبود. الان چی کار میکنن؟ باید تغذیه سالم شروع میکنن با برنامه غذایی کیتو. برنامه غذایی کیتو ما صحبت کردیم، برنامه غذایی کیتو برای چاق شدن دادیم، فکر میکنم صحبت کردیم. بله. مخصوص اونها که میخوان چاق بشن. بله. مراجعه کنه اون قسمت، به همون یعنی قسمت. بله. باید برنامه غذایی کیتو انجام میده. الان اینجا میزان چربی همون میمونه بین از 75 تا 85 درصد. میگیم 75 درصد، 75 درصد، 7 درصد کربوهیدرات باید استفاده میکنن اینجا تا چاق بشن. یعنی عسل طبیعی میتونن استفاده میکنن با هر وعده غذا، شیره خرما میتونن استفاده میکنن، نون سالم، نون سبوزدار یا گندم که به پوستش آسیاب شده خیلی کم با هر وعده غذا. بله. یعنی چربی چه وقت میخورن باید یه خورده کربوهیدرات باهاش باشه، که اینجا این کربوهیدرات باعث ذخیره شدن بدنشون میشه. یعنی سلول‌های بدنشون انرژی از کجا میگیره؟ از کربوهیدرات، از گلوکوز که تبدیل میشه از کربوهیدرات. بله. و سوخت و ساز بدنشون تأمین میشه از این کربوهیدرات، و چربی که وارد میشه به بدنشون هم برای اصلاح و برای تأمین ویتامین های بدنشون، برای چاق شدنشون هم میشه. این اینجوری، یعنی نه فقط باید کیتوی کامل باید انجام میدن یا کیتوی درمانی، کیتوی مخصوص اونها که میخوان اضافه وزن پیدا میکنن. غذا صبحونه، الان اون فرد، این آقا که گفتیم باید بین ساعت 9 ببخشین 10:30 تا 10:30 صبحونه باید باشه، این خانم برعکسش باید ساعت 6-7 قبل ساعت 8 باید صبحونه میخوره. نهارش باید قبل ساعت 11، ساعت 11 باید باشه. شامش باید ساعت 5-6 باید باشه. بعدش یه بار دیگه هم شام میخوره. استفاده، یعنی 4 وعده غذا باید مصرف میکنه این خانم تا چاق بشه. مشکلات زیاد داره. ویتامین دی باید تأمین میکنه، همین 300 امپول های 300 هزار واحد هر دو هفته یک بار به مدت یک ماه، بعدش ماه یک بار به مدت 6 ماه، بعدش هر 3 ماه یک بار طول عمرش باید مصرف میکنه از ویتامین دی اینها. بله. آب فولاد باید مصرف میکنه. آب فولاد ما صحبت کردیم قبلا بابتش، مفیده، فوق العاده مفیده. یه قطعه فولاد باید بیاره. بله. تمیز میکنه، میذاره رو آتیش، قرمز میشه، میذاره یا گرم میشه، میذاره تو لیوان آب، از این آب مصرف میکنه. نبود از این قاشق های استیل، قاشق معمولی آهنی هم هست. بله. قاشق آهنی بهتر، فولاد این میذاره رو آتیش گرم میشه، میذاره دو بار سه بار تو لیوان آب. این آب فولاد خیلی، من تا الان صحبت نکردم مفصل بابتش، انشاءالله یک روز میاد که صحبت میکنیم خواصش چیه. انشاءالله فقط 4 دقیقه های نمیرسیم. باشه انشاءالله خیر. این آب فولاد میتونن قبلا خانم و قبلا مادرامون، مادر بزرگامون، اونا دیگه فولاد آهنی بود، سنگین بود. بله. خب با این دیگ غذا درست میکردن، کمخونی نداشتیم، مشکلات ویتامین و مشکلات املاح معدنی اینا کم نداشتیم. یعنی همون خانم ها الان یا تو روسته ها هم هستن، میبینی چی کار میکنن، ملاقه آهنی سنگین میذارن تو غذا و میپزن. در حالت پختن غذا این ملاقه آهنی فولاد در غذا وجود داره. صحیح. برای چیه؟ این با حرارت همین فریوس
از آهن چجوری میگم آزاد میشه و یا جدا میشه با غذا میشه دیگه. قبلا کمخونی نداشتیم، مشکلات نمیدونم چی نداشتیم. میگم دو تا چیزی باید انجام میدیم، غذاهامون، پختن غذا باید با آب سالم و به بادیگهای آهنی فولاد باید باشه. آب سالم چی؟ آب که استفاده میکنیم همش آب مرده زنده نیستش، هیچ خواصی نداره. آب باید تو کوزه میذاریم یا تو یه چیزی سفالی میذاریم، باید بمونه این آب کمترین چیز 4 تا 5 ساعت تا آزاد تا زنده میشه، خواص درمانی داشته باشه. از این آب و از این دیگ اگر استفاده کردیم در خونه هامون، خانم هامون، مادرامون از تو این از این روش استفاده میکنن، میبینی 50% از بیماری ها که داریم رنج میبریم ازش از بین میره. کل بیماری ها شروع میشه از کم بودن مواد معدنی و املاح و ویتامین، یعنی مواد اولیه بدنمون. چه وقت کم میشه دیگه شروع میشه بدنمون، سیستم ایمنی بدنمون به هم میخوره. این خانم الان اینا باید این انجام میده، این اساس درمان این خانم اینه. مکمل غذایی، ویتامین سی، ویتامین بی، ویتامین بی کمپلکس، ویتامین همین خمیرمایه مفیده براش. خمیرمایه با خمیرمایه با زنجفیل با یک کاسه ماست اضافه میکنه، مصرف میکنه. غذاهای سرد نباید استفاده میکنه، مراجعه میکنه قسمت اخلاط، بله، میبینه کدوم غذا به دردش میخوره، کدوم غذا هم به دردش نمیخوره، باید اجتناب میکنه. اگر انجام داد این حرفو که گفتم بهش، فکر میکنم ظرف 1 تا 2 ماه تغییر میشه بدنش یه خورده یه خورده. این خانم از سردی با که میخواد در میاد و اگر انجام داد 6 ماه طول میکشه. یعنی فکر نکنن امروز من چای زنجفیل استفاده کردم فردا دستگاه گوارشیم گرم شد، نه اینجوری حس میکنی گرمی ولی تبدیل نمیشه تبعش. 6 ماه طول میکشه که تبدیل میشه، مداومت داشته باشه. در خدمتم. خواهش می‌کنم جناب دکتر، فقط در حد 1 دقیقه این خواهر بزرگوارمون از همون خمیر دندون طبیعی هم خواسته و شکایت کرده از خمیر دندون‌های موجود به خاطر فلوراید و نمی‌دونم این مواردی که هست. خب. آیا چیزی به نظرتون هست بدید در حد 1 دقیقه؟ باید ادامه میدیم این سوال که میدم بهش و برای عزیزان یک نسخه چاک کننده و پر انرژی براشون، برای رشدشون، هم برای رشدشون هم برای رشد عزیزان که قدشون کوتاه میخوان، قدشون بیشتر بشه، برای بچه ها، برای کودکان اینا انشالله حتی آینده میدم. اما بهترین خمیر دندان که درست میکنن زغال میارن، یه تیکه زغال مخلوط میکنن با نمک درشت، نمک غذا، پودر میکنن. اگر زغال 1 قاشق، نمک هم 1 قاشق باید باشه. بله. اندازه 1 نخود، بیشتر نباید باشه، زاج سفید اضافه میکنن روش، اینو کلش پودر میکنن، مسواک میذارن روش، دهنشون میشورن، دندونشون میشورن، تقویت کننده لثه فوق العاده مفیده برای سفیدی دندونا. و از مسواک یادشون نره، مسواک سنتی چوبی، مسواک پیغمبر صلی الله علیه و آله صلوات الله علیه و آله. ممنونم، متشکرم جناب آقای دکتر از در ارتباط با حضورتون در استودیو برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. انشاءالله در برنامه‌های آینده استفاده می‌کنیم از فرمایشاتتون در ارتباط با چاقی و همه موارد. باز هم تشکر میکنم، انشاءالله پاینده باشید. شما دوست عزیزی که همراه ما هستید، بینندگان محترم، محتاج دعاتون هستیم، دعاگوتون در کربلای معلا. تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا، یا عدی کربلا، کربلا باز ببین اومدم با یه چشمان خیز، جز به گریه کنان آقا اسممو بنویس بنویس.